تو این برنامه قرار ما راجب ما تو این برنامه قرار ما راجب موضوع همه رقم قطعی آب برق گاز مشتروق بده مشتروق با آرزوی توقیف و اعلام اینکه هنوز هیچ کس در رابطه با اسید پاشی دستگیر نشده تو به اندازه ای که هوا مصرف میکنی باید هوا تولید کنی در همین رابطه قهرمانی تیم فوتسال زنان را تبریک و مصیبت وارده را به خانم لاله افتخاری نماینده چند همسری مجلس شورای اسلامی و آقای مهدی توتونچی همسر نیلوفر اردلان که به او اجازه خروج از کشور نداد تسلیت عرض می نماید این یارو تازه خبرنگار ورزشی هم هست که حالا صبح آرزو دمیده از کرانه ها شاخه های زندگی زده جوانه ها این پیروزی خجست باد این پیروزی مشتلق بده خبر خوب برای کنشگران مخالف با بقیه کنشگران و انقلابیون آنلاین به زودی در فیسبوک دکمه دیسلایک یا یه چیزی خلاصه شبیه به این اضافه خواهد شد با تغییرات جدید از این پس واجدین شرایط می توانند بزنند پک و پوز بقیه را دیسلایک بکنند مشتلق بده که الان 20 میلیون بیسیم وایبر آقا تو الان 20 میلیون بیسیم وایبر وصله به تلاویبه در بیت فوق البته ما معنی بیسیم وایبر بیسیم وایبر را متوجه بیسیم داره وایبر با تلاش های شبانه روزی مردم مسئولان برادران ارتش سپاه دوباره مسئولان فیلم محمد رسول الله کاندیدای ایران در اسکار شد در همین رابطه مجید مجیدی که اصولاً به طور پاره وقت برای اسکار فیلم می‌سازد از همکاری مسئولان زیربط در اکران شبانه روزی فیلمش در سینماهای کشور به زور تشکر کرد تلگرام در توییتر خود ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر میزبانی اطلاعات کاربران ایرانی در ایران را 100% مزخرف توصیف کرد این در حالی است که این گونه اظهارات 100% مزخرف واسه هر کی فاجعه است واسه ما خاطره است وزیر ارتباطات گفت دولت مردانی که از توییتر و فیسبوک استفاده می کنند احتمالاً مجوز گرفتند وزیر مربوطه نگفت این عزیزان به احتمال چند درصد مجوز گرفتند و اصلا اگر آدم همچین مجوزی بخواد باید از کی کجا بره بگیره مشتلق بده که طبق آیین نامه جدید طلبه ها حق استفاده از گوشی های همراه اندروید و آیفون را ندارند چون خیلی هم بلدند این آیین نامه از آن جهت خیلی مهم است که از این به بعد زنگ گوشی طلاب هم باید مناسب باشد این در حالی است که قبلا زنگ گوشی برخی از طلاب احتمالا نامناسب بوده دست پاچه لفتی
12 نماینده مجلس به وزرای ارشاد و اطلاعات تذکر دادند که صدها نفر از طرف سرویس‌های جاسوسی غرب در رسانه‌های داخل نفوذ کرده اند. در بین این کشورهای جاسوس نام هلند، انگلیس و نروژ مشاهده. نروژ؟ آخه چرا نروژ؟ همون وزیر ارتباطاتی که بود گفت از فیلتر شکن استفاده نمی کنم، اینترنتم 512 است. بلافاصله پس از انتشار این خبر تعدادی از ملت قهرمان ایران گفتند خب خدا رو شکر ما هم اینترنتمون قوی تره، هم از فیلتر شکن استفاده می کنیم. حسن روحانی افزود تروریست ها در هر کشور همسایه جولان بدهند، امید آن کشور به ارتش و سپاه ایران است. پس از این اظهارات هلال احمر با حضور به موقع خود در محل 452 نفر را که از خنده قش کرده بودند از صحنه درگیری خارج کرد. مشتلق بده، وزارت کشور اعلام کرد نرم افزار برگزاری الکترونیکی انتخابات کاملا بومی است. این در حالی است که قبلا که این نرم افزار بومی نبود، گاهی یک اتفاقاتی در انتخابات می افتاد که الان که بومی شده دیگر نمی افتد. حسین علی امیری اسمشه خبر داد که 24 فرایند از 24 فرایند انتخابات طی شده که گمان می رود اتفاقا تمام آتیش ها از گور همان یک مرحله طی نشده در بیاید. بزرگترین مسجد اروپا با حضور ولادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان و محمود عباس در مسکو افتتاح شد. محمود عباس، خب با این برنامه هیچ توضیح اضافه تری در این باره ندارد. مسجد مسکو، محمود عباس مسکو. آقا رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته اساسنامه خانه سینما مال دوره طاغوت بود. به همین مناسبت و برای برخورد اصولی با دوره طاغوت، دادگاهی در مازندران محمد رضا شاه پهلوی را غیاباً محکوم و یک قطعه از زمین‌های وی را مصادره کرد. به خدا کرد. در این دادگاه عادلانه احضار شاه به عنوان خوانده و با آدرس مجهول المکان اصلا هیچ خنده‌ای ندارد. من بی خودی. یک آقایی فرمود موبایل عامل بدحجابی و گرانفروشی است. این در حالی است که یک آقای دیگری قبلا فرموده بود مردم دوست دارن گرانی بیشتر بشود ولی بی‌حجابی کم بشود. خب در حال حاضر معلوم نیست که از کجا تا کجای موبایل عامل بدحجابی و از کجا به بعدش عامل گرانفروشی است و مردم باید کلن چی دوست داشته باشن. الان تا برنامه بعد شما همینطوری مشتلق بده.